احتمالا شما هم دو چند روز گذشته در مورد هشتگ من وکالت میدم خبرهای زیادی شنیدید. علی کریمی، داریوش، ابی و خیلی از آدمای دیگه به رضا پهلوی برای کمک به گذار از جمهوری اسلامی وکالت دادن. به نظر تصمیم ساده‌ای میاد، اما وقتی با دنیای واقعی روبرو میشیم نظرات مردم خیلی متفاوته. البته این نظرات متفاوت بیدلیل هم نیست. آخرین باری که وکالت دادیم تا انقلاب کنیم نتیجهش این شد. کنده خرداد تا حالا که آمدیم خون دادیم، یعنی شما خون دادیم، من که نشستم اینجا، منم هیچ حقی ندارم. جین شارپ تو کتاب از دیکتاتوری تا دموکراسی میگه یکی از مهمترین روش‌های حکومت‌های دیکتاتوری برای بقا دستکاری و رسوندن مردم به این باوره که با وجود هر مقاومتی امکان تغییر و براندازی حکومت مستقر وجود نداره. راستش به خودمون که نمیتونیم دروغ بگیم. اکثر ماها در 43 سالی که جمهوری اسلامی حکومت کرده به خاطر تبلیغات و سرکوب و ترس از جونمون کم کم به این باور رسیدیم که اینها رفتنی نیستن. بقیه کشورها کمکشون میکنن، خودشون آوردن، خودشون هم وقتی بخوان میبرن. اما اینا در واقع نتیجه همه تلاشیه که دیکتاتور برای از بین بردن امید بین مردم میکنه. مردمی که میترسن دیگه نمیتونن به هم دیگه اعتماد کنن. دیگه نمیتونن با هم متحد بشن و یک هدف مشترک رو پیدا کنن، کنار هم مبارزه کنن تا دیکتاتوری رو سرنگون کنن. اما همیشه اینطوری نمیمونه. آدمایی مثل حسین رونقی، حامد اسماعیلیون، مسیح علی‌نژاد و خیلی های دیگه تو همین چند ماه نشون دادن چطوری میشه با مقاومت کردن و خسته نشدن یک خواسته و هدف مشترک رو بین مردمی که دیگه امیدی به تغییر در حکومت جمهوری اسلامی ندارن ایجاد کرد. مردم تو خیابونها و زندانهای ایران جونشون رو میدن و ایرانیهای داخل و خارج از ایران یک صدا خواستشون رو برای رفتن جمهوری اسلامی فریاد میزنن. اما شرایط الان چیه؟ تو همین چند ماه تغییرات زیادی اتفاق افتاده. از متوقف شدن گفتگوها تا تروریستی شناختن سپاه که تو همین روزا در موردش تو کشورهای مختلف دنیا داره بحث میشه. اینا همه نتیجه تصمیمات و کارهاییه که ماها کردیم. دیکتاتورها بیش از هر چیز دیگه از بیتفاوتی و انفعال مردم سود میبرند. آدم هایی که فقط نگاه میکنند و بیتفاوت منتظرند که شرایط تغییر کنه تا اونا هم ازش سود ببرن. ماریان تورسکی از بازمانده های آشویتس میگه آشویتس از آسمون نازل نشد. آهسته آهسته و با بیتفاوتی مردم پیش رفت و میلیون ها نفر رو کشت. اما از حرف اصلیمون دور نشیم. خیلی واضح بریم سر اصل مطلب، وکالت بدیم یا نه. از نظر من رضا پهلوی در چند سال گذشته فعالیت سیاسی قوی و متمرکزی نداشته. علاوه بر این من که اصولاً با سیستم پادشاهی مخالفم اصلاً نمیتونم بپذیرم کسی در سال 2022 یا 23 در واقع به عنوان شاهزاده خطاب بشه. اما در این حال بیتفاوت هم نبوده و چه تو همین جنبش زن زندگی آزادی و چه قبل از اون فعالیت‌های مختلفی رو انجام داده. ولی واقعیت این لحظه چیه؟ درست اینه که انقلاب تا این لحظه نیاز به رهبری متمرکز نداشته و همینطوری صداش رو به گوش همه دنیا رسونده. اما برای جلو رفتن و به ثمر رسوندنش احتیاج داریم کسی به جای ماها با سیاستمدارها و گروه‌های مختلف مذاکره کنه. جمهوری اسلامی تا الان چه مستقیم با سفیرها و نماینده‌هاش و چه غیر مستقیم از طریق گروه‌هایی مثل نایاک چهره متفاوتی رو از مردم ایران و خواسته‌هاشون به دنیا نشون داده. برای همین ما باید افرادی رو انتخاب کنیم تا صدای ما باشن، به جای ما یا از طرف ما این خواسته رو برای تغییر جمهوری اسلامی با بقیه دنیا مطرح کنن. ناراحت کننده است، اما واقعیت اینه که تا الان هیچ شورا و ائتلافی با همه تلاش‌هایی که شده اتفاق نیفتاده. مسیح علی‌نژاد، حامد اسماعیلیون، علی کریمی، رضا پهلوی و بقیه همه به طور جداگونه فعالیت می‌کنن. اما متحد شدن این آدم‌ها با هم می‌تونه قدرت و اعتبار این خواست عمومی مردم رو برای از بین بردن جمهوری اسلامی بیشتر کنه. راستش هیچ کدوم از این آدما گزینه ایدئال من برای رهبری انقلاب نیست، اما دنیا با ایدئال‌ها کار نمی‌کنه. حقیقت اینه که هر کدوم از این آدما نماینده بخشی از جامعه و تفکرات مردم هستند و این واقعیت جامعه است.
در دنیای واقعی امکان نداره نظر بیشتر از 80 میلیون نفر حتی تو کوچکترین موضوعات مثل هم باشه. اما مگه ما دنبال دموکراسی نیستیم؟ مگه هدفمون این نیست که مثل اروپا و آمریکا از آزادی بیان برخوردار باشیم؟ Let freedom ring and if America is to be a great nation, this must become true. دانیل کانمن برنده جایزه نوبل تو کتاب تفکر سریع و تفکر آهسته میگه دو نوع فکر کردن در انسان‌ها وجود داره. سیستم اول که سریع عمل میکنه و بسیار حیاتیه برامون، اما احساسی و بدون تلاش و تفکر و آینده نگری تصمیم میگیره. و سیستم دوم که کنتره و نیاز به تفکر و صرف وقت و انرژی زیاد داره، اما سیستماتیک و منطقی عمل. منم اولش که در مورد وکالت دادن به رضا پهلوی شنیدم، به سرعت به خاطر لقب شاهزاده، دیکتاتوری که پادشاهی پدر و پدر بزرگش با وجود همه کارهای خوبی که برای ایران کردن ایجاد کرده بود، و اصولاً من به طور کلی با سیستم پادشاهی مخالفم، برای همین نتیجه گرفتم که من وکالت نمیدم. اما وقتی کمی بهش فکر کردم و شرایط و واقعیت‌های موجود رو نگاه کردم، فکر می‌کنم حمایت از این حرکت می‌تونه باعث شکل گرفتن یک شورا و ائتلاف بین آدم‌های مختلفی که تاثیرگذار هستن بشه. موافق نیستم که فقط یک نفر نمایندگی همه رو داشته باشه، اما برای شروع صحبت کردن و حرکت به سمت جلو می‌تونه مؤثر باشه. قرار نیست یک فرد یا گروه بدون انتخابات آزاد کنترل یک کشور رو در دست بگیره، اما میتونه برای گذار از جمهوری اسلامی قدم بزرگی رو برداره. اما اگه هنوزم با همه این حرفا فکر میکنید دوست ندارید از این حرکت حمایت کنید، بی تفاوت نباشید، یا بدتر از اون سعی نکنید مانع متحد شدن بقیه بشید. به جاش شما هم فردی رو که فکر میکنید میتونه در کنار دیگران تفکرات شما رو نمایندگی کنه معرفی کنید. سعی نکنید یک گروه رو حذف کنید، به جاش گزینه‌ای که فکر می‌کنید بهتره به دیگران معرفی کنید. همونطور که دانیل کانمن میگه، سیستم دوم انرژی بیشتری مصرف می‌کنه، اما نتایج بهتری رو هم با خودش به همراه میاره. تغییر جامعه سنتی ایران به یک جامعه مدرن چیزی نیست که یک شبه و با عوض شدن حکومت و رهبر اتفاق بیفته. همه کشورهایی که خیلی از ما ایرانی‌ها دوست داریم مثل اونا یا حتی بهتر ازشون بشیم، با تلاش مستمر مردمش به اینجا رسیدن. مردمی که در کنار هم با همه اختلاف نظرها با یک هدف مشترک برای آزادی که دارن جنگیدن. هدف و ایده دموکراسی اینه که هر کسی برای خودش فکر کنه، وقت و انرژی بذاره برای بهتر کردن محیط و کشوری که درش زندگی میکنه. من نظر و دلیلم رو برای این تصمیم گفتم. حمایت از رضا پهلوی برای تشکیل یک ائتلاف با فعالین دیگه برای کمک به گذار از جمهوری اسلامی. اما سوال نهایی اینه، نظر و دلیل شما چیه؟ کنجکاو باشید.